ما در بحث ازدواج می توانیم که به دو دسته از معیارها اشاره کنیم. یک قسم از این معیارها معیارهای عمومی و کلی هستند، یعنی هم شامل مرد میشه هم شامل زن. مم. هم لازم است که دختر جوان این معیارها و این ویژگی ها را داشته باشه، هم شامل پسر جوان. یعنی اون یک فرد انسانی. احسن. پس اول در بعد انسانی و فراجنسیتی به قضیه نگاه میکنیم، در وهله بعد وارد مباحث جنسیتی و زنانه و مردانه بودن. زن خوب برای ازدواج چه زنی است و مرد خوب برای ازدواج چه مردی است. ولی اول باید گفت انسان مناسب و انسان خوب برای انتخاب و برای اینکه او رو به عنوان شریک زندگی قلمداد کنیم چه انسانی است و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. ببینید معیارها بسیار بسیار گسترده است، به دلیل اینکه قبلا هم ما با هم بحث کردیم که انسان موجودی پیچیده است، از ابعاد متفاوت ممکن است که خصلت‌ها و ویژگی‌های متفاوتی بشه برای یک انسان مد نظر گرفت. حالا اگر او انسان رو شما می‌خواید برای یک کار خاصی، ولی اگر قرار شد برای باز تاکید میکنم مهمترین و اصلی ترین و تاثیرگذارترین انتخاب زندگیت باشه، این دیگه شما مثلا فرض کنید قرار است به یک شرکتی فلان کارمند استخدام بشه، قرار است مثلا در یک فلان دکانی طرف مثلا یک شاگرد بگیره، خب دقیقا مشخص است که قصد و غرض او برای داشتن شاگرد چه ویژگی هایی است، اونا رو انتخاب میکنه. کارمند فلان اداره هستی برای نشستن پشت چوکی ای به اصطلاح پست شما نیاز به چه ویژگی هایی داری کاملا مشخصه. ولی زمانی که قرار است مردی با زنی ازدواج کنه که او زن شریک هم آسایش زندگی او و هم تأمین کننده آرامش او، مادر اولادهای او و تأمین و تضمین کننده خوشبختی او به معنای واقعی است، این دیگه نمیشه فقط گفت که از یک بُعد بعد از همه ابعاد نگاه کنیم. اگر کلی به قضیه نگاه کنیم و انسانی در گام اول، سه تا معیار بسیار بسیار مهم و جدی وجود داره. اولین و مهمترین معیار برای فردی که ورای جنسیت چه زن چه مرد چه دختر چه پسر مهم است که آیا این فرد مقابل من آیا این خصلت ها رو داره یا نداره. اگر این سه خصلت رو داشت، اقدام به ازدواج کردن و رفتن بر مرحله ای که حالا کمی تحقیق بیشتری بکنیم و بگردیم دنبال او ویژگی هایی که باید به اصطلاح نزدیکی ما و اشتراکات ما بیشتر بشه، او گام بعدی است. ولی در گام اول مهمترین و اصلی ترین و اولین معیار ایمان. معنی های ایمان، ببینید تعبیری که من میکنم ایمان به معنای دژ مستحکمی که باوری که باور به عبارتی وجود لایتناهی که تو رو از همه وسوسه ها، از همه نگرانی ها، از همه دلواپسی ها و اضطراب هایی که بنیان برافکن است، چه او وسوسه وسوسه های شیطانی است برای رفتن به سمت انحرافات و خدای نکرده اعمال خلاف و منافی فرد، چه او وسوسه ها وسوسه هایی است برای خراب کردن و تخریب کردن بنیان زندگی خود و دیگران، و چه به اصطلاح او اضطراب ها و نگرانی هایی است که کاملا غیر منطقی و غیر معقول است. وقتی میگوییم ایمان، یعنی باور داشتن به وجود خدایی که او خداوند بر اساس حکمت و مصلحت و علم و قدرت خود منو خلق کرده، منو تربیت، رب پروردگار من است، روزی رسان من است و بر اساس آنچه که در وجود من توانایی ها و ظرفیت هایی میشناخته برای من یک وظایفی رو تعیین کرده. باور به این که اون وظیفه ها رو اگر انجام دادم در مسیر سعادت و به عبارتی فلاح و رستگاری قرار خواهم گرفت. یک نقطه خوام دکتر، سخت است نمی معیار و ملاک، چون ما مردم افغانستان معمولا مردم بسیار معتقدی هستند، اهل نماز و قرآن و روزه و دیگه حتی مستحبات و اینها هستند، ولی عموم مردم رقم هستند. ولی وقتی که یک نفر پای زندگی میرسه به عنوان یک همسر میشه، انمی فرد ممکنه بسیار بدخوی باشه، ممکنه که از لحاظ دیگه چی میدونم از لحاظ اقتصادی یک انسانی نباشه که مد نظر از ماست. یعنی یک فرد، یک خانم ممکنه که ایمان را مد نظر قرار داده باشه و همسرش هم یک نفری بسیار نمازخوان هم باشه، کمون که مردم عموما هستن این رقم. یعنی فکر میکنم در وهله اولی که نمی معیار را دارن، ولی کفایت نکردن. بله، به خاطر اینکه شاید خانم بیانی، ذره بینی که ما یا به اصطلاح عینکی که ما میزنیم برای بررسی ایمان عینک نادرستی است. ما بیشتر تعبیر ما از ایمان به اصطلاح ظواهر و شعائر دینی است، نه ایمان. ایمان آن چیزی است که حضرت ابراهیم از خدا خواست، یعنی یقین، باور به یک امر به اصطلاح باور به وجود خدایی که تاکید کردم، با آگاهی به شناخت صفات او، خدایی که این ویژگی‌ها و صفات داره، برای من یک هم مثلا برای صلاح من، برای رستگاری من، برای سعادت
ابدی مه پیامبری رو فرستاده که او پیامبر قواعد و اصول و ارزش‌های را آورده که او قواعد و اصول و ارزش‌ها در زندگی ما اگر ساری و جاری بشه به سعادت می‌رسه.